سلام، به جلسه 17 همه دوره آموزش زبان پایتون خوش اومدین. توی این ویدیو میخوام در مورد مپ کردن و فیلتر کردن لیست ها باهاتون صحبت کنم. من یه دونه لیست دارم که توش 4 تا محصول وجود داره. حالا میخوام یک لیستی داشته باشم که داخل اون لیست صرفا قیمت های اون محصول وجود داشته باشه. در حالت عادی باید به این صورت عمل کنم. مثلا یه متغیر تعریف میکنم به اسم prices و یه دونه حلقه روی لیستم اعمال میکنم، میگم for item in items prices dot append کن item یکم رو و در نهایت هم print کن prices رو. خب اینو که اجرا کنم نتیجه خروجی یه همچین چیزی میشه که یک لیسته که صرفا قیمت های محصولات توی اون ذخیره شده. حالا به جای این من میتونم از لامدا فانکشن ها استفاده کنم که به این صورت میشه. فانکشنی داریم به اسم فانکشن map که دو تا پارامتر ازم میگیره. یکی یک لامدا فانکشن میگیره و پارامتر دوم اون یک لیسته که به این صورت میشه. میگیم لامدا دقیقا مثل لامدا فانکشنی که جلسه پیش با هم صحبت کردیم. آیتم دو نقطه آیتم اولش رو میخوام و توی پارامتر دوم هم آیتمز رو بهش پاس میدم. حالا دیگه با این خط کد های بالا کاری ندارم، پاکشون میکنم و خروجی مپ رو توی یک متغیر میریزم به اسم لیست و لیست رو توی خروجی پرینت میگیرم. اتفاقی که تو خروجی میفته یک همچین چیزی به من نشون میده که میگه این یک آبجکت مپه. برای اینکه این آبجکت مپ رو بتونم لیستش رو به دست بیارم کافیه اونو ارسالش کنم به فانکشن لیست که تبدیل به لیست بشه. حالا اگه اینو اجراش کنم میبینین که یک لیست به من میده که تمامی صرفا قیمت‌های اون محصول توی اون لیست قرار داره. به این صورت میتونم توی یک خط تمام کاری که میخوام رو انجام بدم. برای فیلتر کردن هم دقیقا مثل مپ کردنه که کاری که اینجا انجام دادم، مثلا من میخوام محصولاتی رو توی یک لیست داشته باشم که قیمت‌های اون کمتر از 50 دلار باشه. میتونم به این شکل عمل کنم. میگم یه لیست دارم، بعد حالا یه حلقه میذارم، میگم آیتم این آیتمز، میگم if آیتم یکم کوچکتر از 50 بود لیست دات اپند کن آیتم یکم و در نهایت پرینت کن لیست رو، که نتیجه خروجی به این شکل میشه که اینجا صرفا قیمتش رو داد. اگه من این یکش رو اینجا بردارم الان درست میشه که توی خروجی دوتا محصول رو به من نشون میده که قیمتاشون کمتر از 10. حالا اگه بخوام اینو به صورت لامدا فانکشن انجامش بدم به این صورت انجامش میدم. مثلا میگم یه متغیر دارم به اسم x، از فانکشن فیلتر استفاده میکنم. این دفعه میگم که لامدا دوباره مثل قبل آیتم یکم، دقیقا همین شرطی که بالا نوشتم، کمتر از 50 بود و پارامتر بعدی هم که لیست رو بهش ارسال میکنم و در نهایت دیگه نیاز به این ندارم. حالا اگر که x رو پرینت بگیرم اتفاقی که میفته مثل مپ میشه که توی خروجی میگه که این یک فیلتر فانکشنه، پس باید اینو تبدیلش کنم به لیست و کار تمومه. میبینیم که دقیقا همون چیزی که میخواییم توی خروجی به همون نشون میده و با این کار ما تونستیم توی یه خط تمامی کارهایی که میخواییم رو انجام بدیم. حالا کاری که میخوام انجام بدم، میخوام از این هم ساده تر بشه کار. این لیستیه که low price item هاست، اسمشو میذارم items و فانکشن مپی که با همدیگه نوشتیم رو هم دوباره بنویسمش. این دوتا لیستی که من اینجا نوشتم، اولش که یک لیستی که صرفا قیمت محصولات توشه، لیست دوم لیست محصولاتیه که قیمتشون کمتر از 50 دلاره. حالا من میخوام این دوتا خط رو بازنویسی کنم که ببینیم که چجوری میتونیم کار رو انجام بدیم. خب برای بازنویسیش به این صورت عمل میکنم. میگم دوباره متغیر پرایسز دارم مساویه. این دفعه به جای که از فانکشن لیست استفاده کنم، از خود لیست استفاده میکنم و داخلش مینویسم آیتم اولی for item in items
کدی که اینجا نمیشن دقیقاً کاری رو انجام میده که کد بالا داره انجام میده، با این تفاوت که خیلی خوانا‌تر و خیلی شسته‌رفته‌تره و فهمش خیلی بهتره و خلوت‌تر هم هست، که میگه خونه اول آیتم رو بگیر به عنوان متغیر آیتم، از توی لیست آیتم ها اونو سرچ کن و توی متغیر پرایس اونو نشونش بده. که اگر من اینجا پرینت بگیرم پرایسز رو، میبینیم که خروجی به چه صورت میشه، به صورت کامل داره کار میکنه. خب حالا میخوام همین کار رو برای فیلتر فانکشن هم بنویسم، به این صورت انجام شده. میگم لو پرایس آیتمز مساویه، دقیقا مثل بالا انجام میشه. این دفعه چون آیتم رو صرفا میخوام، میگم آیتم رو بگیر، فور آیتم، به اسم آیتم بگیرش، توی لیست آیتمز یه اینکم دارم، توی لیست آیتمز. تا اینجا کاری که انجام میده کل لیست رو از توی لیست بالا میگیره و توی لو پرایس آیتمز اضافهش میکنه. حالا اینجا نیاز به شرط هم داریم، پس میگم فاصله if آیتم یکم کمتر از 50 دلار بود. حالا اینجا میتونم اینو توی خروجی پرینت بگیرم و نتیجه خروجی رو با هم دیگه ببینیم. میبینید که نتیجه خروجی دقیقا همون چیزی شد که انتظارشو داریم. توی زبان پایتون راه مختلف رو برای رسیدن به یک هدف جلوی روتون قرار میده، که این شما هستین که بهترین راه حل رو برای اون موقعیت باید انتخاب کنین. ممنونم که تا انتهای ویدیو با من همراه بودین. اگه این ویدیو براتون مفید بود حتما اون لایک کنین و با دوستاتون هم به اشتراک بذارین. منتظر نظرات و پیشنهاداتون توی کامنت ها هستم. این ویدیوهایی که بهتون پیشنهاد میکنم و ویدیوهای همین کانال، اگه دوست داشتین اونا رو هم تماشا کنین.